درخواست عفو بین الملل از دولت ایران در مورد اعدام‌های 67 تحقیق کنید. جشنواره ملی موسیقی جوان در پایان راه، استعدادهای جوان موسیقی ایران برای 13 بار با هم رقابت کردند. و ورق آس در دستان یک ایرانی، برنده مسابقه جهانی پوکر میگوید قمارباز نیست، ورزشکار است. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. سازمان عفو بین الملل میگوید دولت ایران حاضر نیست در مورد کسانی که آنها را ناپدید شدگان قهری سال 1367 نامیده تحقیق کند. ناپدید شده قهری تعریفی است بین المللی درباره موقعیت کسانی که به دست یک حکومت ناپدید شدند و درباره آنها به بازماندگانشان اطلاعاتی داده نمی شود. شمار زیادی از زندانیان سیاسی ایران در تابستان سال 67 به دستور آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی اعدام شدند. این زندانیان از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران و گروه‌های سیاسی چپ بودند. اعدام آنها را مدت‌ها بعد به خانواده‌هایشان اطلاع دادند، اما محل دفن آنها هنوز هم برای خانواده‌ها روشن نیست. نهادهای حقوق بشری می‌گویند که این تنها یک بحث تاریخی نیست، بلکه جمهوری اسلامی هنوز هم با بعضی از محکومان سیاسی و امنیتی رفتاری مشابه دارد و بعد از اعدام آنها پیکرشان را به خانواده‌هایشان تحویل نمی‌دهد و اجازه برگزاری مراسم را هم نمی‌دهد. جزئیات بیشتر از جیار گل. فعالان حقوق بشر اعدام زندانیان سیاسی و عقیدتی دهه 60 را جراحتی عمیق و چرکین بر تاریخ معاصر ایران می‌دانند. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. اما جمهوری اسلامی آن را پاکسازی ضروری برای تثبیت نظام می‌خواند. با اینکه بچه بودم حتی بازم درک می‌کردم که مادر بزرگ من با یه غمی منو نگاه می‌کنه. واقعاً سنگینی اون غم رو حتی منم احساس می‌کردم. همه ما عاشقانه دوستش داشتیم. من هیچ وقت فکر نمی کردم که یک زمانی بتونم تحمل کنم نبودشو. الان 30 می گذره، 31 می گذره، ولی هنوز هم فکر می کنم که بخشی از وجودمه. داستان اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 داستان پدر و مادر، خواهر و برادر و فرزندان است که هنوز منتظر نشانی از عزیزانشان هستند. آنان حتی از داشتن سنگ قبری ساده محرومند. ما سنتاً چه به لحاظ دینی و چه به لحاظ عرف اجتماعی آدم خب دوست داره، بالاخره یعنی میخواد که بدن عزیزشو بگیره و خودش دفن کنه و خلاصه گورشو بدونه کجاست. از این بابت خیلی با آدم فشار میاد، خیلی سخته. در تابستان 1367 هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی با فتوای آیت الله خمینی در عرض چند دقیقه محاکمه و به جوخه‌های اعدام سپرده شدند. آنان در گروه‌های دست جمعی و مخفیانه دفن شدند. عفو بین الملل میگوید بیش از 30 گور دست جمعی در سراسر ایران وجود دارد. مادرم یک ماه دنبال اینا تو تمام زندان ها میگشت. بعد از یک ماه برگشت بابل که همین اواخر مرداد بود. گفتش که من پسرام نیستن، شما به من گفتین این زندان هستن. سریع ملاقات بدیم، من نمیتونم، من دیگه تحمل ندارم، من مادرم آخه. ما باید پاسخ بدیم. برای رهبران جمهوری اسلامی آنون دشمنان قسم خورده بودند. وقتی جواب نمیدم حقوقی و آقا اونجا توی دادگاه اون قاضی خوب عمل کرد، اون قاضی بد عمل کرد، نمیدم پرونده خوب بسته شد. خب بله این قوه قضاییه امروز هم شد خیلی ضعف داشته باشه یا جا اشتباه کرده باشه. این حرفا چیه الان تو کشور ما میزنیم؟ بعضی گفتم که آقا تاریخ اینه دیگه، این متن تاریخه. مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه دو تن از اعضای کمیته بودند که حکم اعدام هزاران زندانی را در دهه 60 صادر کردند. کمیته ای که به هیئت مرگ شهرت دارند. به نظر من بزرگترین جنایت
این بخشی از نوار صوتی آیت الله حسین علی منتظری در بحبوحه اعدام ها با بعضی از اعضای این کمیته در سال 67 است. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیذاره. آیت الله منتظری قام مقام وقت رهبر تنها مقام بلندپایه ایران بود که به این اعدام ها اعتراض کرد، موضعی که باعث شد آیت الله خمینی او را عزل کند. متاسفانه اون نوار از روی خیانت پخش شد و خیانتی بود به انقلاب، به امام، حتی به آقای منتظری که امام خب تصمیم گرفت مثلا همون جلسه و انتشار همون مطالب سبب عزل آقای منتظری شد. اعدام مخالفان و دفن مخفیانه آنها از سالهای اول انقلاب شروع شد و تا به امروز ادامه دارد. در چند سال گذشته چندین زندانی سیاسی و عقیدتی کرد اعدام شدند و جنازه های آنها هیچگاه تحویل خانواده هایشان داده نشد. سال گذشته سازمان ملل نام فرزاد کمانگر، شیرین علمهولی، علی حیدریان و فرهاد وکیلی را در لیست ناپدید شده های قهری گذاشت. آنها زندانیان کرد بودند که حدود 7 سال پیش اعدام شدند و نیروهای امنیتی آنها را مخفیانه دفن کردند. وقتی که پیکر رو نمیگیره، نمیدونه، نمیبینه و محلش هم نمیدونه، این خیلی سخت. در آستانه روز جهانی قربانیان ناپدیدسازی قهری، عفو بین الملل در چارچوب قوانین بین المللی از مسئولان جمهوری اسلامی خواسته درباره ناپدید شدگان قهری سال 67 و چند سال گذشته تحقیق و عدالت را اجرا کند. خواسته ای که تحقیق آن ممکن نیست، چرا که کسانی که امروز سکان دستگاه قضایی ایران را در دست دارند خود عاملان اعدام های 4 دهه گذشته در ایرانند. ژیارگل، بی بی سی. مراسم پایانی 13 جشنواره ملی موسیقی جوان ایران در تالار وحدت تهران برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف آن معرفی شدند. این یکی از بزرگترین رویدادهای موسیقی در ایران است که هر سال چهره‌های جوان این عرصه هنری را برجسته می‌کند. جزئیات بیشتر از فرج بالفکن. سخنی از نظامی گنجوی به یادگار مانده که گفته کار نیکو کردن از پر کردن است. حالا این ضربون مسئله معروف برازنده 13 جشنواره ملی موسیقی جوان شده. هومان اسعدی دبیر این جشنواره گفته که به رغم تنگناهای موسیقی ایران، چشم‌انداز آینده موسیقایی کشور روشن شده. این حرف او را بیش از 100 استاد برجسته موسیقی ایران هم تایید کردند که قضاوت اجراها را در بیش از 100 شاخه موسیقی بر عهده داشتند. سخندانی یا خوشخانی نمی ورزند و در شیراز، هی هی بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم. ناگفته نماند که هنرمندان خراسانی هم که در این سالها اغلب از اجراهای صحنه محروم بودند، حالا هوای جشنواره را دگرگون کردند. دیگر اندازیم، مثل مبین دورپور که اثر خود با عنوان سرور آفرینش را به محمد رضا شجریان استاد آواز ایران اهدا کرد. و یا هنرمندان کردستان که نواهای خود را با مهارت هرچه تمام به روی صحنه بردند.
یکی از مهمترین ویژگی‌های امسال حضور پررنگ دختران است. بماند که آواز آنها همچون همیشه مجال اجرا نیافت. در یک ماه گذشته صحنه‌هایی از این دست به دفعات تحسین همگان را برانگیخت که حاکی از تداوم و استمرار این هنر دیرپاست. از میان 778 اثر راه یافته به مرحله نهایی 416 اجرا در بخش نواحی، 249 اثر در بخش موسیقی دستگاهی و مابقی به موسیقی کلاسیک مربوط بود. موسیقی نواحی ایران یکی از گنجینه‌های مهم میراث ملی و فرهنگی است که در اینجا چند نمونه آن از جمله اجرای دلنشین قانون از آذربایجان را ببینید و بشنوید. و اما نوای دلنگیز جنوب ایران یکی دیگر از نقاط قوت جشنواره محسوب می‌شد. در بخش موسیقی دستگاهی هم 249 اثر به روی صحنه رفت که در میان آنها حفظ ردیف‌های موسیقی ایران جایگاه ویژه‌ای داشت. به این موضوع اجراهای دقیق را هم بیافزایید. قابل توجه این که بسیاری از استعدادهای نوجوان در سنین بالاتر به دلایل اشتغالات کاری دیگر از ادامه کار باز می‌مانند و این نکته است که بسیاری برام بودند که مسئولان باید فکری به حال آنها بکنند. و در بخش نهایی موسیقی غرب یا آنطور که در ایران معروف شده موسیقی کلاسیک با 113 اثر به روی صحنه رفت. اجراهایی که اغلب تحسین برانگیز بود. یکی دیگر از حواشی شیرین جشنواره امسال در یکم شهریور اتفاق افتاد و آن هم برگزاری جشن تولد حسین علیزاده استاد موسیقی بود که خود او را هم غافلگیر کرد. پس بگذارید این گزارش را با سخن او به پایان ببریم که در بیان احساسش استاد است. خیلی خیلی زیبا بود. من دیگه اینقدر هیجان زدم. پر از عشق این روز واقعا. خیلی زیبا. ممنون. فرج بالفکن، بی بی سی. شبنم سریا آوازخانه معروف تاجیک برای مقابله با بیماری سل در شهر دوشنبه کنسرت خیریه برگزار کرده است. شبنم که در میان افغان‌ها و ایرانی‌ها هم شناخته شده است، سال گذشته به حرکت بین‌المللی همکاری برای جلوگیری از بیماری سل پیوسته بود. جزئیات بیشتر از خبرنگارمان سهراب ضیا از شهر دوشنبه. کنسرت های شبنم سریا که تلویزیون های دولتی تاجیکستان کمتر ترانه هایش را پخش می کنند همیشه مورد استقبال هوادارانش قرار می گیرد. او یکی از محبوب ترین آوازخوان های پاپ تاجیک است و جوایز چندین جشنواره موسیقی در داخل و خارج تاجیکستان را از آن خود کرده است. کنسرت های شبنم سریا اینجا در آمفی‌تئاتر شهر دوشنبه تحت عنوان نسبت سل برگزار می شود. این آوازخوان تاجیک برای از بین بردن استیگما یا داغ ننگ و تبعیض بیماران سل در تاجیکستان می خواهد کمک کند. کشوری که جزء 3 کشور جهان با سل مداوم است. وقتی
روز شنبه شبنم بیش از دو ساعت کامی هوادارانش را با آهنگ و ترانه های قدیمی و نوش شیرین کرد. رقصنده های گروه توائیس از ازبکستان در هوای بسیاری از آهنگ های او رقص کردند. ما باید کمک کنیم، دستگیری کنیم، بخاطر اینکه این بیماری توبچه‌آمیز است. پیام شبنم به هوادارانش خودداری از تبعیض نسبت بیماران سیل و جلوگیری از گسترش این بیماری بود. بیماری که در هر دقیقه جان 3 نفر را در جهان میگیرد. وقتی که من بیماری های سیل را دیدم بسیار جگرخون شدم، بسیار زیق شدم، از خاطر که کودکی میدم هست، نفرهای کلانسون، همه نفر را. اما ما باید همیشه دستگیری کنیم و دیلی آنها را شاد گردنیم و دلشان را پر کنیم که و یا انشالله توبت شوندن، بیماری سیل توبت شونده است، انشالله توبت میابند. مرکز ملی بیماری های سیل، ریه و جراحی قفس سینه در 20 کیلومتری شرق شهری دوشنبه نیم قرن پیش تأسیس شده بود و 8 سال قبل با کمک بانک توسعه آلمان با سازی و مجهز شد. حالا بیش از 250 بیمار از سراسر تاجیکستان در اینجا رایگان درمان می شوند. در جامعه سنتی تاجیکستان بسیاری از آشکار شدن بیماریشان هراس دارند و آن را نوع لکه ننگ و بدنامی برای خانواده هایشان می دانند. اما این زنی جوان 4 ماه پیش تصمیم گرفت و راهی بیمارستان شد. از معاینه دکتر گذشتم و سبب همین تب و سلفه من همین کسل بود که ششوی من آب گرفت. همین از سری وقت اگر که مثال تبابت کنی انشاءالله تبابت می شود، برای همین قدر باید سری وقت مراجعت کنیم. شماری دقیق مبتلایان به بیماری سیل در تاجیکستان معلوم نیست. مسئولان تعداد بیماران را که در نهادهای بهداشتی ثبت نام شده اند بین 5 و 6 هزار نفر می دانند. اما در این اواخر نگرانی ها از گسترش ویروس بیماری سیل در تاجیکستان بیشتر شده. بیماری سیل این بیماری اجتماعی می باشد و بسیاری بیمارانی که بستری می شوند در مؤسسه از اویلوی کم بزاید می باشند. وقتی که سری وقت مراجعت نمی کنند، اگر بیمار گرفتاری بیماری سیل باشد، می تواند که خانواده و اون آدمانی که نزدیکانش هست با بیماری سیل سرویه دیوان. تاجیکستان 5 سال پیش به حرکت بین المللی همکاری برای جلوگیری از بیماری سیل پیوسته بود. 1 سال است که در این کشور از شهرت چهره های فرهنگی و هنری و ورزشی برای کاهش استیگما و تبعیض علیه مبتلایان به سیل استفاده می شود. وقتی بانو شبنم سرایا می گوید در دل هزاران هزاران مخلصانش نسبت این شخصان بیماری سیل یک نوع غمخواری پیدا می شود و داغگذاری و استیگمایی که گفتیم تا جای یعنی از بین می رود و مردم آهسته آهسته معلومات پیدا میکنند، آگاهی پیدا میکنند که این بیماری تبابت شونده است، تبابتش در تاجیکستان رایگان است. این ستاره موسیقی پاپ تاجیک اواخر سال گذشته در همایش منطقه‌ای جلوگیری از بیماری سیل در شهر آستانه قزاقستان سفیر حسن نیت مقابله با این بیماری در آسیای میانه برگزیده شد. در فعالیت‌های خیریه شبنم سرایا در این زمینه مادر و خواهر هنرمندش نیز سهم می‌گیرند. بی بی سی دوشنبه.
چند هفته پیش یک ایرانی در مسابقات جهانی پوکر مقام اول را کسب کرد. حسین انسان که ساکن آلمان است در لاس وگاس برنده 10 میلیون دلار شد. حالا او به آلمان برگشته و بامداد اسماعیلی با او ملاقات کرده است تا ما را با این پوکرباز حرفه‌ای بیشتر آشنا کند. لحظاتی فراموش نشدنی برای حسین انسان و حامیانش. این مسابقه جهانی 10 روز پی در پی در یکی از لوکس‌ترین هتل‌های لاس وگاس جریان داشت. حسین انسان روزی 12 ساعت با تمرکز کامل مقابل حریفش بازی کرد تا سرانجام برنده 10 میلیون دلار شد. با او در شهر کوین در یک هتل قرار گذاشتند. در پوکر چیزی که خیلی مشهور هست اون چهره پوکر باز است. پوکر فیس. چیکار باید کرد که پوکر فیس آدم خیلی خوب باشه و طرف رو بشه در واقع گول زد؟ اینا مال فیلمای هالیوود و جیمز باند و این چیزاست که میگن پوکر فیس. اون رو پوکر فیس کسی کار نمیکنه. مثلا من حتما نباید رو میز باشم بازی کنم پوکر فیس داشته باشم. اینو یه چیز عادیه، یه چیز موقعی که شما یه چیزی رو جدی میگیری، متمرکز هستی روش رو فوکوس کردی، خب طبیعتاً چهرت عوض میشه. یعنی پس رول بازی نمیکنی؟ رول نه، این رولا رو توی فیلمای هالیوود بازی میکنه. این رول نیست برای من، که رول نیست. من اگه موقعی مثلا توی پوکر آدم میبینی عینک میزنه یا این که مثلا یه دونه کلاش میاره تو سرش و اینا رول نیست. اینا چیزاییه که مثلا من موقعی که عینک میزنم یا کلا رو میذارم تو سرم، این آرامش خاصی به من میده که دور و برم رو نمیبینم، فقط برگا رو میبینم و حریف رو میبینم. حسین انسان 55 ساله است و اهل اهواز. او 30 سال پیش به آلمان مهاجرت کرد. در ابتدا مشغول به تحصیل در رشته معماری شد، اما بعد یک تاکسی خرید و شرکت تاکسیرانی خودش را تأسیس کرد. حدود 20 سال پیش در کنار کار با بازی پوکر آشنا شد. سعی کردم تو همون اطراف خودم بازیایی که انجام میشه، مسابقاتی که انجام میشه شرکت کنم و وقتی شرکت کردم دیدم چه بازی قشنگ و چه بازی خوبیه. اونجا باش آشنا شدم اول سال 2000. و وقتی که باش آشنا شدم سعی کردم قشنگ یادش بگیرم. تمرین و بازی‌های پی در پی حسین انسان را حرفه‌ای تر کرد. او برای بهتر شدن به موناکو، قبرس و کشورهای دیگر سفر کرد. اما اولین برد بزرگش در مسابقه ای در دورتموند آلمان بود. نفر اول یه دونه پورشه می برد. حالا ما بازی کردیم، فکر کنم تعداد بازیکنان یه چیز حدود 300 نفر بود. تو این 300 نفر من نفر اول شدم. این پورشه رو هم بردم. پورشه رو سوار نشدم چون ماشین داشتم، فروختمش. سعی کردم بازیمو یه مقدار مثلا از لیگ 2 و 3 ببرم، لیگ 2 و 3 ببرم مثلا لیگ 1. از آن به بعد حسین انسان پوکر را به عنوان شغل حرفه‌ای خود انتخاب کرد و به صورت جدی وارد رقابت‌های مختلف اروپایی شد. خیلی بازی کردم. چند بار برنده شدیم؟ برنده اروپا شدیم. برنده اروپا که بخوام نفر اول بشم، یه بار تو پراگ قهرمان اروپا شدم. خب سال 2015 جایزه چقدر بود؟ جایزش بود 750,000 یورو. واو. بعد ولی قبلش مثلا یک سال قبلش 2014 که اصلا زندگی منو تغییر داد، توی بارسلون بود که من نفر سوم شدم. برای نفر سوم 650,000 تا پول بود. اوه. که اون یک بنکرول خیلی خوبی بود که من بتونم این بازی رو ادامه بدم. برای مسابقات جهانی امسال در لاس وگاس، حسین انسان 1 سال تمام خودش را آماده کرد. ویدیوهای خود و حریفانش را آنالیز کرد و در کنار آن 5 روز در هفته ورزش کرد. چون باید یه بدن سالم داشته باشی که بتونی تصمیم گیری قشنگ هم بتونی انجام بدی. موقعی که روزی 10 روز تمام، روز 12 ساعت رو میز نشستی، نمیتونی که در حالت نیمه خواب با بازیکن‌ها بازی بکنی. حسین انسان خود را یک قمارباز نمی‌بیند. او بیشتر خود را به ورزشکاری حرفه‌ای تشبیه می‌کند که برای رسیدن به هدفش تلاش و تمرین می‌کند و در کنار آن پول در می‌آورد. او مبلغ 10 میلیون دلار را در حسابی در آمریکا واریز کرد و به آلمان برگشت. حالا پول دستتون نرسیده، ولی هدفتون چیه وقتی به دستتون برسه؟
پول که دستم بیاد آخه باید ببینی چقدر پول دستت میاد. من این پولی که مثلا میبینن فرض کن 10 میلیونه، ولی این 10 میلیون دلار تا بیاد یورو بشه کلی از بالا پایینش زده میشه. بعد این پول من یه چیز در حدود 30% مال خودم نبوده، مال مثلا بازیکنایی بوده که با ما شراکت داشتن، بهش میگن سواپ توی بازی پوکر. اینا رو باید اول پرداخت بشه، بعد این پول توی اروپا باید مالیاتش داده بشه. مالیات تو اروپا هم خیلی سنگینه، یه چیز در حدود 50% فقط میره برای مالیات، چیزی که وسط میمونه. اینجا سازمانایی هستن که به بچهای سرطانی کمک میکنن، سعی میکنم به اونها یه کمکی بکنم. و توی مملکت خودمون ایران زلزله زده داریم، سیل اومده، یه جایی رو میخوام پیدا بکنم تو ایران مثل فرض کن آقای علی دایی فوتبالیسته به یه جایی کمک کرده، من این سازمان قبولش دارم، میخوام یه جورایی شده علی دایی رو پیدا کنم. حالا به هر حال تا اونجایی که توان دارم یه کمکی با آقای علی دایی بکنم برای زلزله زده ها، اینا رو بتونم یه جورایی هندل بکنم، به زندگی عادی خودم برمیگردم، همون زندگی نرمال. حالا ممکنه مثلا خونه دو اتاقه اون بشه سه اتاقه. حسین انسان میگوید که میخواهد زندگی بهتری برای همسر و دختر آلمانی خود فراهم کند. او قصد دارد سال آینده بار دیگر در مسابقات لاس وگاس شرکت کند و در آینده نیز در مورد این مسابقه پوکر کتابی بنویسد. بامداد اسماعیلی، کلن، آلمان. هر هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش‌هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.